دور و صحتمند باشن. دوستان، خانه نو ما و مهمانی داریم، یعنی دکور نو ما مهمانی داریم، ولاگ دوستانه دور همی و از همه مهمتر که امروز عید است و به همه بهانه ما میخواییم که در هم جمع شویم و خوش بگذرانیم. جای شما خیلی خالی، مهمان های ما در راه هستن، مهمان های میاییم منتظرشان هستم دیگه. یکمکی هم هیجان دارم. حتما که قرار دادم خیلی خوش بگذرم، با ما همراه باشید که بریم تجلیل کنیم. باشید با ما. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید. خوش آمدید. الان مثلا مات بود عزیزم. آب شدی به لباسشو نگاه. خوش آمدید عزیزم. خوینو بف 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 بف، همه خوشگلا. جوجه ایجی چه خوشگل جلم، چه خوشگلی تو. او خدا، مامانش خودش خورد، هیچ کار نمیکنه، نه لذت میبره. سلام علیکم، خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. آقای سلام. سلام، دست شما درد نکنه. چه خوشگل شدی. مرسی مرسی. سلام سلام، خوش اومدی. آقا شیرینی هاشونو مرسی مرسی، چه خوشگل شدی، چه مقبول. سلام سلام علیکم، خوش اومدی. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش اومدی. خوش اومدی. حالا ما یه فقط عزیزم، حالا دوباره سلام. خوش اومدی. خوش اومدی. دوستان، مهمانای ما رسیدن، بریم دیگه تا مهمانا برسیم. یک چای، یک کلچه نوگوی اید است، پیشینیم با هم دیگه چای شیرینی ما هم بخوریم. شما هم با ما همراه باشین که خوش بگذرانیم. بریم. دانیل خاله، قربونی چم، تو چقدر خوشگل شدی. لباسوی چقدر مقبول. کبری ها چی نگاه میکنی؟ چقدر تو ناز شدی با لباس عروسه. سریم چی سر میکنی؟ قربانی چاو. واو زشین. دندانیت که پسرم افتاده؟ اوی خدا، دندان نداره پسرم، دندانش نه افتاده. عزیزان، خواستم همینجا یک بار دیگه در مهمانایم خوش آمدید گفته باشم و ازشان تشکری کنم بابت شیرینی های مزه‌داری که آوردن. بسراغ، گوشفیل و چیز کیک برام آورده بودن و دوستای دیگه هم که شکلات آورده بودن، همه چین خیلی عالی. عزیزان، من از دوستایم خواسته بودم که اگر دوست داشتن و اگر داشتن لباس سنتی و افغانستانی بپوشن که هم حال و هوای عید دو برابر و زیباتر باشه و هم ای که خب چه رنگ و لعابی و چه لباسی زیباتر و بهتر از لباس سنتی خود ما. خلاصه که همه تو که میبینین دوستای ما یکی از یکی دیگه مقبولتر و همه تو برازنده همونجا هستیم با هم دیگه. بریم ما یک چای بخوریم با هم دیگه. عزیزان، ما سالاد میوه درست کرده بودم و چایی که همراه شیرینی بخوریم، به خاطر اینکه هوا گرمه گفتم که هر کی اختیارش هر چی که دوست داشت باز نوش جان کنه. برق برق برق.
میکنم دارم غیبت میکنم علکی در خوشم نرسه میکنم. ما آمدیم که تکم کم تبرکات و غذا رو بگیرم بعد هستیم دیگه با شما. برنامه هنوزم ادامه دارم، بازی داریم، داستان داریم، غذا داریم، این شو علا بعدش دسر داریم، هستیم برم کارا رو بکنم که دیر نشم. شکم پایشون غارغارم کن بود بریم برای شام. یس این آب برنج، آب گوشت برای قابلی ما. از اینا هم برسیم. این بیشتر برسیم. فقط آب لیمو و سسش هم نریز چون چیز میشه. عزیزان، داشتن خواهر خوب و یک دوست خوب یا دوستهای خوب واقعا نعمته. خدا رو شکر دور و بر من همیشه دوستایی که داشتم خیلی دوستان خوبی بودن، به از بقیه دوستان نباشه. و اینجا میبینید دیگه که من وقتی یک مهمانی چیزی دارم واقعا خیلی استرس نمیگیره، چون میدونم که کارم روی زمین نمیمونه. البته خودم هم سعی میکنم همیشه کارا رو از قبل انجام بدم، ولی در کل دوست خوب داشتنم خیلی خوبه. و در ویدیو مهمانی قبلی هم گفتم که مزه مهمانی همی است که آدم در کار دست به دست کنه و کارا رو پیش ببره. و یک چیز دیگه عزیزان، که در مورد غذاها اگه سوالی داشتید، من از غذاهام ویدیو گرفتم، چون متوجه شدم واقعا شما علاقمند آشپزی هم هستید. اگه یگان مهمانی بوده و من آشپزی کردم، خیلی در مورد غذاها سوال پرسیدید، گفتم کلا یک ویدیو جداگانه جور کنم. و اینجا هم ما در حال کار هستم اون طرف و دوستای ما قصه میکنن دیگه. اینا تا قصه کنن و دور هم دیگه باشن، من هم غذا رو تست آماده کنم که واقعا بعد از یک تایم طولانی میخواییم که ما نان بخوریم. یک کمکی چای خوردیم و رقص و بازی کردیم و زمان خیلی زود گذشت. خلاصه که گفتم غذاها هست ویدیوش، باز براتون میمانم. و اگر که دوست داشتینم برای ما بنویسین که کدام غذا را شما از لحاظ ظاهرش بیشتر پسندیدید. البته که هنوز غذاها نامده، ولی خب کمک سب کنین، من غذاها را برای شما میمانم. حالا فعلا بریم که برنجا را دم کنیم. برنج قابلی و برنج ساده، برنج ساده ساده، چون یکی دو تا بچه هم بودن در جمع ما. باز اکثرا بچه ها دیدین که برنج رنگ را نمیخورن دیگه. خلاصه بریم و غذا را آماده کنیم. من دقت کردم اکثرا قابلی را به سبک‌های مختلف جور میکنن. قابلی ازبکی هم البته داریم که بخی و پخته کردنش دیگه رقم است، ولی من خودم شخصا امی زرده کشه کده کشمش و یکان خلال چیزی اگه داخلش برتون جداگانه سرخ میکنم امرو یک کمک شکر و لابلای برنج میمونم با او را دم میتونم همراه گوشت. ولی خب میگم دیدم که دیگه دوستان با روش های دیگه ایم قابلی را جور کردن. خلاصه اینجا هم قابلی را بانم که دم بکشه تا قابلی را آماده کنم. برنج دیگه ما اینجا جوش میخوره که او را صاف کنیم. دیگه غذاها آماده هست. ما اونجا رولت گوشتی که جور کرده بودم دمای تابه دمو کنج میبینین، او هم در او گرم میشه. دیگه همین دیگه اسفناجم که پخته کردم و اونم در داخل مایکروفر ماندم که گرم شود، چون اجاقم بند است. دیگه همه دیگه چیز خاصی نیست، یک غذاهای بسیار ساده دوره هم باشیم. مهم ایه که دای ما خوش بگذره و مهم همو جو و همو صمیمیتی است که بین ما است و جای شما هم دوستان خیلی خالی.
در مورد این رولت گوشت میخواستم دوستان بگم. البته خب دوستان لطف کردن، تعریف کردن، گفتن که مزه‌دار شده، ولی واقعا دوستان طعمش خودم هم خیلی دوست داشتم. برای بار اول بود، بعد این اعتراف کنم که برای بار اول بود جور کردم، از روی گوگل سرچ کردم، سعی کردم جور کردم، ولی واقعا شاید یک غذای ساده یا راحت دیده شده، ولی دوستان خیلی پر استرس بود، از خاطری که هم دفعه اول بود گفتم باز نشه، از پشم نشاره، مغزش خام نمانه و تمام این چیزا. ولی خب براتون گفتم ویدیوش رو گرفتیم، باز براتون از صفر تا صد غذاها را در ویدیوی بعدی باز براتون میمونم. اینجا هم فاطمه جان دوست نازنین ما که دیگه پا به پای ما کمک میکنم این طرف صحنه، و خواهرم و بقیه دوستا هم اون طرف در حال چیدن سفره و بقیه کارا هستن. این رولت گوشت دوستان دیگه قاچ کنیم ببریم که هر کسی کارش راحت شد و بتانه هر چقدر که دوستش یکان تیکه برداره و نوش جان کنه. عزیزان براتون سوال بود که ما خانم رضا است مبرای کم گرفت و میمارای تو کجا جای میکنه، دل تنگ نباشه جای تنگ نیست، ما دسترخان ما رو همینجوری انداختیم توی زمین سنتی نشسته، جایتان خالی، خیلی هم ده ما مزه داد، امیدوارم برای مهمانای من مزه داده باشه، اگه مزه داده صدا خوبی کشید. یعنی که مزه داده دیگه، خلاصه ما غذا رو خوردیم ولی هنوز فردا و ادامه داره دیگه. خوردنی ها را خوردیم، الان قراره که با هم دیگه بازی کنیم و یه کاری که من کردم گوشی هایشان هم جمع کردم، خب گوشی های همه را هم گرفتم و قرار است این ستا اون ستا شلوغ کاری که اونجا نشسته هم برای ما پانتومی بازی کنن و پانتومی بازی کنیم، بریم با هم دیگه پانتومی من بازی کنیم انشالله که در برنده چی بدیم؟ برنده ظرفا را بشوره. آره آدا چیکار کنیم؟ برنده چیکار کنه؟ هر کی دوست داره خانه برداره. میگن برنده آزاده که هر چی دوست داره از روی خانه بردارن. اصلا بازی کنسله. خروس؟ نه، خرگوش.
پرنده است. پرنده است. پرنده است. پرنده است. پرنده است. پرنده است. همونجوری جای سردم بسه. تاوبه. پنگوان. تاوبه. شوان. Okay. I'm going to get a touch. I'm going to get a touch. I'm going to get a touch.
هیکل؟ بدن؟ آریانا سعیده؟ نه کیم کارداشیانه؟ کیم کارداشیان؟ که گوشه هیکلی بردونی آخه ما آریانا سعیده بودیم جوریه کیم کارداشیان هم جوریه کیم کارداشیان هم دوستا او طرف بازی کردن میره، ما گفتیم بیایم یگان چایم برشان ببرم. البته کلگی ما یک دور پانتومیم کردیم، باز دیدیم که خیلی حس و حالش خوب بود، بازم ادامه دادیم، ولی خب چون فیلم طولانی میشد دیگه من کلگیش جا ندادم. دوستان حالا پانتومیم شاید بیاین بگین این رقم نیست، چرا ایت کردیم؟ ما به سبک خود ما هم خواه سرگرم شویم، بچه ها سرگرم شوه، گفتیم یک سرگرمی باشه، همین پانتومیم با رأی اکثریت همین بازی رو قرار شد انجام بدیم. عزیزان ای هم از مهمانی دیگه شب شد، مهمانای من بخیر رفتن، خیلی 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 دما خوش گذشت، امیدوارم که شما هم از تماشای فیلم ما لذت برده باشید، در کنار ما به شما هم خوش گذشته باشم، منتظر ویدیو ها فیلم ها و فیلم های بعدی هم با ما باشید، نظر پیشنهادی هم داشتین برای ما بنویسین، تا ویدیو بعدی خدافظ. خالی از لطف نیست از دوستان دوباره تشکری کنم که کادوهایشان برای من نقدی حساب کردن، چون گفتن که خانه رو دکور جدید کردی با سلیقه خودت، هرچی دوست داری بخری. تا ویدیوی بعد خدافظ.